من چون شما اشاره میکنید به مسئله آلمان، میخوام بگم که ساختار حکومت و یک نظام دموکراتیک نقش تعیین کننده و اساسی در حل مشکلات اجتماعی، سیاسی و غیره داره و مسئله فرهنگ مردم هم با یک نظام دموکراتیک تغییر بنیادی خواهد کرد و تا زمانی که دموکراسی ساختار حکومت دموکراتیک سازماندهی نشه، چون دموکراسی مسئله آموزش و آموزش و آموزش است و نظام‌های تامگرا و استبدادی و دیکتاتوری علاقه‌ای به نظام آموزش دموکراسی ندارن، خب این همینطوری میمونه و جامعه روز به روز به طرف غیر دموکراتیک تر شدن حرکت میکنه، برای اینکه مسئله ذهنیت و معرفت انسان آموزش انسان. اما برگردم به مثال شما در رابطه با آلمان که مثال تاریخی بسیار خوبی هست در رابطه با اینکه چرا ساختار حکومت و مسئله دموکراتیک بودن یا نبودنش تعیین کننده ترین فاکتور هست. یه ملتی بعد از 1945 آلمان پس از شکست اینو از وسط نصفش میکنن. ببینید، یک ملت هست، یک فرهنگ، یک سطح علم، یک سطح دانش، یک روحیه کار، یک آموزش، همه چیز اینها یکیه. فقط یک بخشی یک ساختار دموکراتیک پیدا میکنه و یک بخشی ساختار غیر دموکراتیک پیدا میکنه. یکی زیر بار مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی سرانجام فرو میپاشه و یکی آلمان غربی. این به خاطر آزاد بودن انسان و به خاطر دموکراتیک بودن ساختار حکومت تبدیل به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و غیره دنیا میشه. خب این نشون میده به ما که فاکتورهای دیگه، این که مثلا مردم یک ملت فرهنگشون اینطوری است و یا اینا نقشه جنبی بازی میکنن و تعیین کننده ترین مسئله ساختار حکومت. این مسئله رو شما در کره شمالی و کره جنوبی هم میتونید ببینید. بسیار خب جای پرسش تکنولوژی، سطح فرهنگ، منطق، آموزش، پرورش در دو آلمان یکی بود، ولی یکی موفق میشد مرسدس بسازه، یکی علاقه نشون نمیداد و اون ترابیا رو میساختن که سر درآمد به پیکان ایران. این مثالهای تاریخی به این منو به این رسونده و متقاعدتر میشم هر روز که برای اینکه مشکلات اساسی جامعه رو ما بتونیم حل کنیم، یا نظام رو دموکراتیک سازماندهی خواهیم کرد و یا همین الان در جمهوری اسلامی شما میبینید که یک سری مشکلات اساسی از جمله مشکل آب و غیره هست که بخش اعظم اون مسئله فساد و عدم مدیریت درسته که بارون کم میاد اونو ما نمیتونیم کاری بکنیم، ولی غارت منابع زیرزمینی، این که دیگه ربطی به بارون کم و زیاد نره، این فسادی است. و یا همین مثالی رو که خود شما زدید در رابطه با سوء استفاده از آب‌های زیرزمینی برای آبیاری باغ‌های پسته بزرگان در ایران که 80 میلیارد هزینه میکنن که 30 میلیارد سود ببرن. خب آدم میپرسه که کدوم حتی ماسبندی چنین سرمایه گذاری میکنه؟ دلیلش بسیار روشنه، آب مجانی است که دولت سوبسید میکنه و یه عده‌ای چون دست دارن اینو مجانی میگیرن، ولی اون 30 میلیارد رو تو جیب خودشون میکنن. این باعث ثروتمند شدن یک بخش بسیار کوچکی از این افراد حکومتگرا میشه، از طرف دیگه برباد رفتن منابع ملی و طبیعی کشور. صد درصد. اصلا دموکراسی یکی از ارکانش کنترله و این کنترل در جاهای مختلف، در سطوح مختلف، از طرف نهادهای مختلف، نهادهایی که آزاد هستن. مثلا فرض کنید موقعی که رسانه آزاد در جامعه وجود نداره که خبرنگار آزاد برود گزارش بدهد و نترسد از اینکه این مسائل رو مطرح بکنه،
خب یه عده‌ای میدوزن. شما ببینید در جوامعی که حتی ساختار دموکراتیک داره، کنترل دموکراتیک داره و ده‌ها و ده‌ها چشم و گوش نظارت میکنن، بازم سوء استفاده انجام میگیره. یعنی مسئله دموکراسی اینطوری نیستش که ما با اون اصولا مسئله فساد و دزدی و مشکلات رو برای همیشه حل کنیم. نه، درصدش پایین میره. یعنی اگر در جمهوری اسلامی 100 هست، در اونجا 5% میشه، 2% میشه و مردم مسئولان حکومتی مسئولن. آخه تو کشور هر کاری میشه کسی پاسخگو نیست. یه دولتی میاد همه کار میکنه، بعد که میره بعدی میاد میگه این کارا رو کرده، خودش بوقی که بعدن میره باز اون بعدی ها میاد میگن اینا هم این کارا رو کردن. چرا؟ برای اینکه نهادهای کنترل کننده گوناگون، رسانه ها، جوامع مدنی و غیره وجود نداره، که یا یکی از مسائلی که کمک میکنه ما کمتر اشتباه بکنیم احتمالاً حتی در جوامع دموکراتیک این استش که چون جامعه بازه به اندازه کافی از طرف گروه‌های گوناگون در مورد یک چنین پروژه‌های گنده‌ای ابتدا گفتگو میشه و جنبه‌های مثبت و منفیش توی جامعه میره بحث میشه و این بحث و باز بودن جامعه در نهایت کمک میکنه که درصد اشتباهات وحشتناک پایین بیاد. خب ببینید، یکی از اقتصاددانان ایران میگفت پول نفت و گاز و فروختن ثروت ملی دیگه، رفتن آنقدر سد زدن که اگر هر روز هم در ایران باران ببارد 60% ظرفیت این سدها بیشتر پر نخواهد شد. خب این هدر دادن منافع ملیه. اگر جامعه باز بود به اندازه کافی در این مورد اولا صحبت میشد و این مکانیزمی ایجاد میکنه که دولت نمیتواند هر پروژه‌ای رو توی زد و بند به یکی بده و نسبت به این انتقادات به حقی که میشه بی‌توجه باشه.